بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها: افزایش لحظه به لحظه تعداد زائران پیاده زیارت شعبانیه. برگزاری همایش تجدید بنای بقی در حسینیه آصف الدوله بهادر لکنو. توزیع پارت دوم لباس‌های شعبانیه بین نیازمندان و ایتام شهر مقدس کربلا. و نابودی 2000 سرپناه در آتش سوزی اردوگاه مسلمانان روهینگیا. سلام بر سید و سالار شهیدان و درود بر شما بینندگان گرامی. به این بخش خبری خوش آمدید. من عمار حسینی هستم و تازه ترین اخبار شیعیان جهان تقدیم حضورتان می شود. حرکت زائران و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به سمت شهر مقدس کربلا با پای پیاده جهت شرکت در مراسم زیارت شعبانیه و حضور در شهر مقدس کربلا در روز 15 شعبان المعظم از چند روز پیش از شهرها و مناطق مختلف عراق آغاز شده است. مشاهدات میدانی خبرنگار خبرگزاری اخبار شیعه حاکی از آن است که لحظه به لحظه بر تعداد زائرینی که با پای پیاده در حال رسیدن به شهر مقدس کربلا هستند افزوده می شود. تا به این لحظه آمار دقیقی از تعداد این زائران در دست نیست و آمار رسمی از سوی مسئولان مربوطه اعلام نشده، اما پیش بینی می شود مانند سالهای گذشته میلیون ها عاشق اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به فیض زیارت شعبانیه نائل شوند. در همین حال حازم الحفاظی مدیر کل شرکت اتوبوسرانی وزارت حمل و نقل عراق با نصیف الخطابی استاندار کربلای معلا دیدار و برای انجام برخی هماهنگی های لازم برای زیارت شعبانیه گفتگو کرد. الحفاظی در این دیدار طی اظهاراتی از در اختیار قرار گرفتن 300 دستگاه اتوبوس برای حمل و نقل زائران شعبانیه خبر داد و گفت 150 اتوبوس برای مسیر بغداد به شهر مقدس کربلا و 150 اتوبوس دیگر برای مسیر استان بابل به سمت شهر مقدس کربلا اختصاص یافته و از ساعت اولیه امروز دوشنبه کار نقل و انتقال زائران را آغاز خواهند کرد. در آستانه میلاد با سعادت منجی بشریت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف همایشی با عنوان تجدید بنای بقی در حسینیه آصف الدوله بهادر، بزرگترین حسینیه جهان واقع در شهر لکنوی هندوستان برگزار شد. این همایش روز یکشنبه 14 اسفند ماه 1401 ساعت 12:30 به وقت محلی آغاز شد و بیش از مدت 5 ساعت به طول انجامید. میرزا اعجاز اطهر و میرزا یعصوب عباس، دو تن از شخصیات برتر هندوستان، نقش بسزایی را در برپای این همایش ایفا نمودند. همایش تجدید بنای بقی همزمان از 4 شبکه اردو زبان هندوستان به نامهای خدیجه تیوی، حسینی چینل، پی 5 و عزاداری به صورت زنده پخش شد. علما و اندیشمندان بسیاری از نقاط مختلف کشور هندوستان از جمله بنگال، دهلی، راچی، بمبئی، کارگیل و کشمیر با حضور در این مراسم به بیان نقطه نظرات خود برای بازسازی بقی پرداختند. علمای هندوستان با اشاره به گذشته 100 سال از تخریب بقی خواهان بازسازی حرم ائمه بقی شدند. لازم به ذکر است وکیل آیت الله العظمی شیرازی در هند حجت الاسلام و المسلمین شیخ مصطفی ادیب نیز در این مراسم حضور یافتند. همکنون حجت الاسلام و المسلمین شیخ مصطفی ادیب از کشور هندوستان با ما هستند. سلام آقای ادیب، وقت شما بخیر. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
از جزئیات این همایش بیشتر برامون بگید. بفرمایید. این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. این همایش همونطور که شما به بینندگان عرض کردید که این همایش در حسینی آصف الدوله به عنوان 100 سال گذشتن از تخریب بقیع و مزارات بقیع برگزار شد و الحمدلله نزدیک 200 و بیشتر تن از علما از اکثر نقاط هندوستان در این شرکت کردند. هزاران نفر از علاقمندان و محبان ائمه علیه السلام در این همایش شرکت کردند، نه فقط شیعه بلکه از اهل سنت و حتی هنود در این همایش شرکت کردند. یکی از روحانیون هندوها در این همایش شرکت کرد، چند تن از علمای اهل سنت شرکت کردند و همینطور یکی از پارلمان شهرکشور نیپال هم در این همایش شرکت کرد و همه با هم برای تجدید بقیع هم از طریق قانونی هم از طریق دیپلماسی برای اینکه فشار بر حکومت عربستان آورده شود حبدت شدن و همینطور طبق فرمایش مرجع علی قدرت آیت الله عظما سید صادق حسینی شیرازی به عنوان 8 شوال را به عنوان یوم عالمی بقیع هم در هندوستان و هم در کشورهای دیگر و به ائمه جماعت تحوج دادن که اینجور انجام بشه و سعی شود که فقط در یک روز این کار نباشه بلکه طول سال این کار به طرایق‌های مختلف از طریق سوشل میدیا، از طریق بیانیه، از طریق فشار بر حکومت ها انجام داده شود تا بالاخره این حرم انشاءالله تجدید بنا شود. همینطور یه بیانیه و یک نامه به نخست وزیر هندوستان نوشته شده که از طریق حکومت هندوستان بر دولت عربستان فشار آورده شود که این مزارات دوباره تجدید بنا شود. بله، با تشکر از حجت الاسلام و المسلمین شیخ مصطفی ادیب که از هندوستان با ما همراه بودند. مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح حسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق شیرازی دامزلو در شهر مقدس کربلا اقدام به توزیع پارت دوم لباس‌های شعبانی بین نیازمندان و ایتام اقدام ورزید. در همین راستا بهاءالعابدی مسئول میدانی فعالیت‌های مؤسسه طی اظهاراتی در این باره گفت در پارت دوم بین 90 خانواده از نیازمندان و ایتام شهر مقدس کربلا لباس‌هایی به مناسبت ماه شعبان توزیع گردید. وی در ادامه افزود لباس‌های توزیع شده میان این خانواده‌ها هم برای کودکان بود و هم برای بزرگسالان و عملیات توزیع این هدایا با کمک تعدادی از برادران مؤمن صورت گرفت. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. افزایش لحظه به لحظه تعداد زائران پیاده زیارت شعبانیه. برگزاری همایش تجدید بنای بقیع در حسینیه آصف الدوله بهادر لاکنه. توزیع پارت دوم لباس‌های شعبانیه بین نیازمندان و ایتام شهر مقدس کربلا. و در ادامه بیش از 1 میلیارد کودک در جهان نیازمند حمایت‌های ضروری. منابع محلی و رسانه‌ای اعلام کردند در آتش‌سوزی ساعت اولیه صبح امروز دوشنبه در کمپ بلوخالی در جنوب شرقی بنگلادش که میزبان صدها هزار آواره روهینگیایی است، دست کم 2000 اقامتگاه موقت در آتش نابود شد تا 12000 نفر سرپناه خود را از دست بدهند. در همین حال سازمان ملل متحد اعلام کرد آتش سوزی گسترده‌ای در یک کمپ پناهجویان روهینگیا در جنوب بنگلادش رخ داد و هزاران نفر را بی خانمان کرد. آتش سوزی در کمپ 11 در کاکس بازار، منطقه مرزی که بیش از 1 میلیون آواره روهینگیا در آن زندگی می کنند، رخ داد.
کمپ بلوخالی یکی از 32 اردوگاه در بازار کاکس است. هر کلبه 4 تا 5 نفر دارد که به عنوان یک خانواده با هم زندگی می کنند و حداقل نیمی از جمعیت را زنان و کودکان تشکیل می دهند. منطقه‌ای که آتش سوزی در آن رخ داده کاملا تپه‌ای است و دسترسی تیم‌های امدادی و فرار خانواده‌ها را دشوار می‌کند. در این حال که امکانات بهداشتی بسیار ابتدایی هستند، تعداد زیادی بیمارستان صحرایی وجود دارد، اما برای پاسخگویی به 1.2 میلیون نفر کافی نیست. علت اصلی گسترش سریع آتش برزنتی بودن سرپناه‌ها و همچنین استفاده از چوب بامبو است. با این حال هنوز از تلفات یا زخمی‌های این حادثه خبری گزارش نشده است. گفتنی است مسلمانان روهینگیا از سال 2017 میلادی و در پی عملیات وحشیانه ارتش و بودایان افراطی میانمار در استان راخین مجبور به ترک روستاهای خود شدند. آنها به دلیل شکنجه، خشونت، هتک حرمت و قتل مجبور به فرار به بنگلادش شده و اکنون بیش از 1 میلیون آواره روهینگیایی در این کشور روزگار می‌گذرانند. برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. در ایالت بیهار هند چندین خانه مسلمانان و مساجد توسط افرادی مربوط به ملیگرایان هند در منطقه سیتا مارهی مورد حمله قرار گرفته است. یک رسانه اردو زبان پاکستانی با نشر گزارشی در این مورد گفته که پلیس در حالی که از خرابکاری در جریان بود غیر فعال ماند و تنها پس از انجام حملات وارد عمل شد. پیش از این نیز گزارش‌ها از آزار و اذیت مسلمانان در برخی از نقاط این استان هند توسط ملی‌گرایان هند منتشر شده بود. رسانه‌های جمهوری آذربایجان اعلام کردند که دیروز درگیری نظامیان ارمنی و آذری در پی شلیک یک گروه نظامی وابسته به ارمنستان در نزدیکی شهر شوشا رخ داده که منجر به تلفات نیروهای دو طرف شده است. خبرگزاری رسمی جمهوری آذربایجان مدعی شده که نیروهای ارمنی در روستای خلفلی از توابع شهر شوشا قصد انتقال سلاح و مهمات از ارمنستان به شهر خانکندی مرکز قره‌باغ را داشتند که ممانعت نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان منجر به درگیری مسلحانه دو طرف شد. این رسانه از کشته شدن 3 نیروی نظامی ارمنستان خبر داد و بدون اشاره به تعداد زخمی‌ها و کشته شدگان طرف آذری اعلام کرد که در این درگیری چند نظامی آذری نیز کشته شدند. مسلمانان در آلمان با کمبود قبرستان‌های اختصاص یافته برای دفن مردگان جامعه مسلمانان این کشور مواجه هستند. این در حالی است که مقام‌های مسئول در شهر فوبرتال به دنبال اجرای پروژه جدیدی برای ایجاد یک قبرستان برای مسلمانان هستند تا به این کمبودها پایان دهند. افزایش جمعیت مسلمانان در آلمان به ویژه پس از موج جدید ورود آوارگان به این کشور در سال‌های 2014 و 2015 باعث شده تا موضوع ایجاد قبرستان‌های ویژه دفن مسلمانان به صورت جدی‌تری احساس شود. منابع محلی و رسانه‌ای از حمله تروریست‌های بلوچ در پاکستان خبر دادند که بر اثر آن 8 نیروی ارتش کشته شدند. گفته می شود یکی از 8 نیروی کشته شده افسر بوده و در این حمله یک خودروی نظامی نیز منهدم شد. این حمله روی پل بزرگراهی به نام کاستیل رخ داد و جبهه آزادی بخش بلوچستان با صدور بیانیه رسمی مسئولیت آن را رسما بر عهده گرفت. بیش از 1 میلیارد کودک در جهان با فقر چند بعدی زندگی می کنند که به معنای محرومیت این کودکان از بهداشت، آموزش و تغذیه مناسب است. سازمان بین المللی کار و یونیسف با انتشار گزارشی مشترک هشدار دادند
که بحران‌های متعدد در جهان به طرز روزافزونی در حال فرو بردن کودکان در فقر است. در این میان کودکان یمن، افغانستان و سوریه بیش از همه در معرض سوء تغذیه و خطر مرگ قرار دارند. همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد. در گزارش اخیر سازمان بین‌المللی کار و صندوق حمایت از کودکان تأکید شده است که تعداد کودکانی که به حمایت‌های اجتماعی دسترسی ندارند سال به سال در حال افزایش است. با چنین وضعیتی این کودکان را در معرض فقر و گرسنگی و تبعیض قرار می‌دهد. این گزارش هشدار می‌دهد که جهان در حد فاصل سال‌های 2016 تا 2020 با افزایش 50 میلیون نفری جمعیت کودکان زیر 15 ساله نیازمند بیمه و حمایت‌های اجتماعی ضروری مواجه بوده است. طبق این گزارش، مجموع جمعیت کودکان نیازمند بیمه و حمایت‌ها و خدمات حیاتی در جهان 1,460,000,000 نفر است. گزارش تازه سازمان بین‌المللی کار و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد در حالی منتشر می‌شود که وضعیت فقر و مرگ و میر کودکان به دلیل گرسنگی در کشورهای یمن، افغانستان و سوریه بیش از هر کشور دیگر رو به افزایش بوده است. تداوم خشونت‌ها و جنگ در یمن نیمی از کودکان زیر 5 سال در این کشور را با سوء تغذیه شدید مواجه کرده است. جدیدترین برآوردها نشان می‌دهند که در هر 10 دقیقه یک کودک یمنی جان خود را از دست می‌دهد و نهادهای بشر دوستانه منابع کافی را برای بهبود این وضعیت در اختیار ندارند. در سوریه کودکان بیش از هر قشر دیگر مورد خشونت فزاینده قرار گرفتند. بر اساس گزارش ها از سال 2011 تا کنون حدود 30,000 کودک در این کشور جان باخته و در حال حاضر نیز صدها هزار کودک در وضعیت اسفباری قرار دارند. تداوم بحران‌های بشری و اخیراً تسلط دوباره گروه افراطی طالبان در افغانستان نیز باعث افزایش فقر و مرگ و میر ناشی از گرسنگی برای کودکان این کشور شده است. بر اساس گزارش برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد 3.5 میلیون کودک در افغانستان به درمان و تغذیه نیاز دارند که از این میان 1 میلیون کودک در معرض خطر مرگ قرار دارند. علی اکبری، اخبار شیعه. مؤسسه حضرت ام ابیها سلام الله علیها از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق شیرازی دامظ الله در شهر مقدس کربلا همچنان به ساخت منازل مسکونی برای ایتام این شهر مقدس ادامه می‌دهد. این مؤسسه در این چارچوب و به مناسبت فرارسیدن اعیاد شعبانیه ساخت منزلی با مساحت 110 متر مربع برای یک خانواده یتیم از سادات را در دست اجرا دارد. مؤسسه حضرت ام ابیها سلام الله علیها طی چند سال گذشته ده ها منزل مسکونی برای خانواده های نیازمند، ایتام و بی سرپرست در نقاط مختلف کشور عراق ساخته و به آنان اهدا کرده است. فعالیت های این مؤسسه در عمل به توصیه ها و راهنمودهای آیت الله العظما شیرازی دامظ الله مبنی بر حمایت از نیازمندان و ایتام صورت میپذیرد. مروری دوباره به سرخط خبرها. افزایش لحظه به لحظه تعداد زائران پیاده زیارت شعبانیه. برگزاری همایش تجدید بنای بقی در حسینیه آصف الدوله بهادر لکنو. توزیع پارت دوم لباس‌های شعبانیه بین نیازمندان و ایتام شهر مقدس کربلا. نابودی 2000 سرپناه در آتش سوزی اردوگاه مسلمانان روهینگیا. بیش از 1 میلیارد کودک در جهان نیازمند حمایت‌های ضروری.
و ادامه ساخت منازل مسکونی برای خانواده‌های ایتام توسط یک مؤسسه وابسته به دفتر آیت‌الله العظمی شیرازی. تازه‌ترین خبرها رو میتونید در وبسایت، یوتیوب و اینستاگرام اخبار شیعه ببینید. همچنین میتونید اتفاقات و رخدادهای منطقه، شهر یا کشورتون رو از طریق شماره روابط عمومی اخبار شیعه برای ما ارسال کنید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم که با ما همراه بودید. اللهم عجل ولیک الفرج یا علی. خدا نگهدار.